145 تا. آخه 500 تا جعبه 4 دلار میشه 2000 دلار. برادر بزرگتر گفت لیموها رو به چه صورتی میفروشه؟ یک جا. یک جا، بله. کل پول فروش لیموها چند دلار شد؟ 580. 80. کدومی که از دو برادر یه دونه سیب از جعبه برداشت؟ برادری که راننده بود، برادر بزرگ. بزرگه، بله. 16امین سال، برادر بزرگتر گفت در معامله لیموها چقدر گیرشون اومده؟ دو برابر. 5 برابر. دو برابر. اون که اول گفت دو برابر گیرمون میاد، ولی وقتی فروختم 500 دلار گیرشون اومده. بله. مرد شهرخر گفت اصل طلب اونو از دو برابر، از دو برادر چقدره؟ 300. 300 دلار. مرد شهرخر چند دلار بابت سود بدهی دو برادر طلب کرد؟ 50 دلار. 50 دلار. دو برادر برای چه کاری وارد کافه شده بودن؟ خوردن چای. نه. که برادر بزرگتر تلفن بزنه. آخرین سوال سینمایی، بقیه پول دو برادر که شهرخر پس داد چقدر بود؟ 150. علکی رقمایی میگه، اصلا تو فیلم نبود اینا. پول دادن 10 دلار هم بقیه شد. بله. خب 20 سوال سینمایی تموم شد. شماره 12 60 امتیاز، شماره 11 20 امتیاز و شماره 10 40 امتیاز. حالا اینجا شما یه شانس داری. چون در این قسمت من از شما میپرسم که از کی بپرسم. هم میتونی بگی از خودم بپرس، هم میتونی بگی از اونا بپرس. و این شانس این امتیاز بیشترت. یکی از استفاده ها و فایده امتیاز اینه که این آوانس رو به شما میده. دیگه دستون هر روز زنگ بردارین، از ایشون میپرسم که از کی بپرسم؟ آقای شماره 11. از شماره 11. موجودی که در آب زندگی میکنه بهش چی میگن؟ موجودی که در آب زندگی میکنه؟ چرا سوال منو تکرار میکنی؟ موجودی که در آبزی. از کی بپرسم؟ ده. از ده. نیروگاه اتمی شوروی که در 18 آوریل 1986 منفجر شد، چرنوبیل، و در جهان ایجاد نگرانی شدید کرد، چه نام داشت؟ چرنوبیل. چرنوبیل. شما الان که دیگه زنگی نیست، اجازه بدید من سوالو بخونم. یه وقت می‌بینیم وسط سوال یه جواب دیگه ای داره، سوال که تموم شد یه جواب دیگه ای داره. اون دیگه زنگی نیست که. حالا از کی بپرسم؟ 12. از 12. واحد پول نروژ. کرون. کرون، آفرین. از کی بپرسم؟ 11. از امتیاز بدن. خب از 11. عمل فتوسنتز بیشتر در کدام قسمت گیاه صورت میگیره؟ فتوسنتز هم نایه برگ باشه. برگ گیاه، بله. از کی بپرسم؟ شماره 12. 12. واحد پول بولیوی. پزو. پزو، آفرین. آفرین. از کی بپرسم؟ شماره 10. غربالی که دارای سوراخ‌های بسیار ریز باشد. شربیز. علک. علک، بله. حالا از کی بپرسم؟ 12. چرا داشته نمیگی؟ 12. کوچیک‌تر خود اینگیره بردی؟ نه، همون که شما گفتی، شوخی کرده. از شماره 12 میپرسم. ترکیب کنایه پشت گوش انداختن یعنی چی؟ یه کاری رو به بعد موکول کردن. چرا به بعد موکول کردن؟ تنبلی و... تنبلی. این درست. حالا از کی بپرسم؟ 11. کشور قبرس در کدام قاره جهان قرار داره؟ قبرس در قاره اروپا. بله. یه خود اونورتر، یه کمی اونورتر. قبرس یه اروپا هست، بین ترکیه و یونان میشه اروپا فکر میکنم. خب ترکیه هم خودش قسمتش خب در آسیاست. بله، قبرس هم تصادفاً در آسیاست. خب مثلا اتفاقاً دست و غذا در آسیاست. بله. خب من اشتباه خوب... شده، حالا شما ببخشید. قرار بود اروپا باشه. بله. نشده. حالا بعداً شکایت کن اگه شکایت داری. نه خب اشتباه میشد. حالا از کی بپرسم؟ شماره 10. از 10. حرکت نظامی برای پایین آوردن تفنگ و قرار دادن قنداق آن در روی زمین. پافنگ. پافنگ، آفرین. از کی بپرسم؟ شماره 11. از 11. حالا تو خونه با هم دعوا میکنین بعداً. فرایندی که موجب بسته شدن درزها و سوراخ‌ها در یک دستگاه نوساز یا بازسازی شده گردد بهش چی میگن؟ ایزولاسیون. یا عایق‌کاری. یا ایزولاسیون. معنی که من میخوام چیز دیگه بود. اونا هم همه درسته که میگی. ایزولاسیون و عایق‌کاری. آب بندی دیگه. آب بندی کردن، بله. آب بندی کردن. خب حالا
از کی بپرسم؟ شماره 12. از 12 بپرسم. در لغت به میانجیگری در نزد صاحب قدرتی برای جلب رضای اون در مورد عفو گناهکار گوید. وساطت؟ نه، اون که گفتم میانجیگری یعنی وساطت. به این کاری که این میانجیگری انجام میده چی میگن؟ میگن رفت پیش فلانی چیکار کرد؟ شفاعت کرد. بله. از کی بپرسم؟ از دعا شد شماره 12. بازم از 12؟ چون بزرستان دیگه خیلی آوانس فت دادا. باری کرد. حالا شعری از یک شاعر سده 7 هجری ایران میخونم. بگو که این شعر مالکیه. یک ذره نگر که پای در عشق بکوفت، وان ذره جهان شد و جهان شد که دو عالم بگیره. مولوی. آفرین. باری کلا 100 امتیاز شدی. دو تا چراغ هم داری. خب از کی بپرسن؟ شماره 11. از اون بپرس که بلکه یه چراغش خاموش شه. اینجا چراغ مطرحه. خب از 11 گفتی بپرس. مهمترین واقعی که در سال 1918 میلادی در جهان اتفاق افتاد چه بود؟ جنگ جهانی اول. چی شد؟ جنگ جهانی اول تمام شد. تمام شد؟ بله. آفرین. از کی بپرسن؟ از شماره 12. 12. واکنشی که تمام جانوران دارای دستگاه عصبی در برابر محرک ها ظاهر می کنن. بهش میگن عکس العمل. خب نه. پاسخ به محرک. نه. لغت. یه لغت خاصی داره. عکس العمل اسمش نیست. نه. اون واکنش و عکس العمل نیست. بازتاب و رفلکس. خب حالا از کی بپرسم؟ از شماره 12. ای بیره. یه دفعه داشت گفت از تو بپرسن. خب بزرگتره خجالت میشه. میفهم. بندر بنغازی در این کشور قرار داره. لیبی. آفرین. حالا از کی بپرسم؟ 11. 11. تو هم مثل که طرف ایشونی ها. ها این یک لامپیه میخواد رقیب خودشو بیرون کنه. به اون که نمیرسه. واژه وجهه رو معنی کنید. وجهه صورت یه چیزی رو فکر کنم. ظاهر یه چیزی رو بهش میگن وجهه. نه. وجهه از وجه میاد فکر میکنم. معنی وجهه. وجهه به چی میگن؟ میگن فلان چیز وجهه چی؟ وجهه خوبی نداره. یعنی چیزی که چرا میگن اینو؟ یعنی ظاهراً از نظر عامیانه قابل پذیرش نیست. نه. معنی خود وجهه رو میخوایم. وجهه یعنی صورت. دیگه ظاهر. دیگه اینا که گفتی نیستش کدوم حالا بگو. وجه صورت چیزی ظاهر چیزی. میخوام اون لامپه خود دیرتر خاموش شه. بلکه هم نشه مثلا. وجه جانب طرف سوی مقصد ناحیه و آنچه بدان توجه کننده بهش میگن وجه. بفهم. خب حالا از کی بپرسم؟ شماره 10. ناچارن دیگه از 10. در شاهنامه و داستانهای ملی پسر مرداس که بر جمشید پیروز شد و هزار سال با ستمگری پادشاهی کرد کی بود؟ افراسیاب. چی؟ افراسیاب هزار سال پادشاهیه. ضحاک بود. ضحاک مار بود. شماره 10. بازم از 10 بپرسم. اچ جی ولز نویسنده معروف انگلیسی بیشتر در چه زمینه‌ای داستان می‌نوشت؟ علمی تخیلی. حالا این 100 امتیازه، شما 60 امتیاز. هر دو هم یه لامپی هستید. از کی بپرسم؟ شماره 10. آخ آخ آخ. البته شما اگر به بازی سن می‌گذشته ازت این الان تو جوانی ببره تشویق میشه که اینقدر بخونه و مطالعات داشته باشه و اینا. ببین چطوری دارم ماسمالی میکنم واسه باختش. انشالله که اینه جواب میدی. نخستین خانم بریتانیایی که در سال 1979 با پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات به نخست وزیری رسید. یه بار دیگه لطفا. نخستین خانم بریتانیایی که در سال 1979 با پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات به نخست وزیری رسید. در کجا گفت؟
من میتونم نخه خود این میخوام بگه این مارگارت تاچر اصلا انگلستان متوجه نشده کشورش گیرندم نگرفت آها گیرنده تو بده تعمیر واسه برنامه خب خیلی خوشحالم که همشون با آمادگی خوب به اینجا رسیدن هر سه حقشون بود برنده بشن ولی این جوانتر از همشونه خیلی پاسخهای خوب داد و درست حقشو گرفت با 100 امتیاز و یک چراغ روشن پیروز شد انشالله که در زندگیش هم این جوان به پیروزی برسه نشانی ما خیابان ولی عصر خیابان جام جم ساختمان تولید طبقه همکف اتاق شماره 7 مسابقه هفته وقتی نامه می‌نویسید برای شرکت در این برنامه حتما شماره تلفن بنویسید که به وسیله اون تلفن شما رو خبر بکنن به امید دیدار شما در این برنامه شب بخیر خدا نگهدار